سلام به شما، سلام، خوش اومدین به یک ویدیوی یوتیوب دیگه با من. امروز با هم دیگه یه ویدیوی خیلی خیلی فانو داریم. چرا فان؟ به خاطر اینکه قراره شما فرضیه هاتون رو راجع به من بگین، یعنی گفتین آردی و من بینشون همجوری رندوم میخونم. بریم که بخونیم این شکلی از اینجا اسامپشن ها و فرضیه های شما رو راجع به من و من بهتون بگم که آیا درست گفتین یا نه. خب خودتو تو فضای مجازی با ادب و کمالات نشون میدی ولی تو زندگی عادی نیستی. نمیدونم این رو کسایی که با من زندگی میکنن باید بگن. با ادب و کمالات نشون نمیدم، عادی هم، یعنی من معمولا همون چیزیه که هستم هم. ولی جالب اینجاست که سایدهای مختلف دارم، یعنی مثلا یوتیوب یه ذره فانتر و یه ذره هیجانی ترم ولی رو اینستاگرام خب خیلی جدی ترم یه مقدار. فکر میکنم اما خیلی از حشرات میترسه، خیلی خیلی من پنیک میشم. ما راه میریم تو خیابون، یه مثلا مگس انقدی داره از اینجا اینجوری رد میشه از جلوی من، من اینجوری گوشامو میگیرم میرم، میترسم، اصلا نمیتونم تحمل کنم، اصلا مورمورم میشم، اصلا عصبانی نمیشی و همیشه میخندی. من اصولا آدم جدیم که زود عصبانی میشه ولی زودم عصبانیتش میخوابه، یعنی عصبانی نمیشم، عصبی میشم خیلی بیشتر از هر چیزی. آدمای دورم یه مقدار بعضی موقع از دستم هرس میخورن و میگن که چرا انقدر آمپر میچسبونی، چرا انقدر عصبی میشی زود، ولی اینجوری هم دیگه، ولی در کل آدم آرومی و میسازم با بیشتر چیزا. اما صبح رو بیشتر از شب دوست داره. آره من آدم مورنینگ پرسنی هم، صبح معمولا تا جایی که بتونم زود بیدار میشم ولی کلن صبح انرژیم بیشتره، شب خیلی خوابم میاد. خیلی خیلی مهیار اولین کسیه که باش رابطه داری؟ بله. خیلی کودکی چاق بودی. خیلی درسته، خیلی من از یک برهه سنی زمانی تو زندگیم هستش که عکسی موجود نیست کلن و همه رو پاک کردم دونه به دونه، به خاطر اینکه من توی سن 10-12 سالگی فکر کنم مثلا 80 کیلو بودم و تصور کن بچه 10-12 ساله رو با 80 کیلو وزن پاک کردم. خیلی ورزش کردم، خیلی غذا نخوردم تا لاغر شدم. بچه بودی خیلی ها رو کتک زدی؟ نه، من زورم به هیچکی نمیرسی. من بچه بودم توپل بودم، چاق بودم ولی زورم به هیچکی نمیرسی. تیچ لنز میذاری اما؟ نه، من که چشام یه رنگ خیلی نرمالیه، عسلیه و نمیذارم. نه. نه، یه چیزی که خیلی الانجا نوشتین اینه که اما خیلی مغروری. آدم جدی هم و این جدی بودنم و خیلی موقع آدم ها اشتباه میگیرن با مغرور بودن، یعنی معمولا خیلی آدم جدی هم. به نظرم میوه مورد علاقه اما هندون است. نه، میوه مورد علاقه من هندون است ولی مال مهیار هندون است. میوه مورد علاقه من گوجه سبزه. اوه گوجه سبز، وای الان دیگه تموم شد، اصلا کل ذهنم از اینجا جای ویدیو به بعد رفت به سمت گوجه سبز و من گوجه سبز خیلی دوست دارم. خیلی مهربونی و کمک کردن به بقیه دوست داری؟ دوست دارم واقعا. اون بخش خیلی مهربونیشو من نمیتونم بگم، آدمای دورورم میتونن بگم، ولی واقعا کمک کردن به بقیه دوست دارم و از دیدن پیشرفت آدمای دیگه خیلی خوشحال میشم. یعنی اصلا تو مغزم کوچیکترین چیزی هم وجود نداره که بگه او الان مثلا دیگه فلان چیزو یاد ندی به فلانی یا فلان کار نکنی برای فلانی که مثلا بهتر نشه، پیشرفت نکنه یا از تو بهتر نشه. من همیشه تو زندگیم ضربشم خوردم ولی تا جایی که میدونستم چیزی رو بلد بودم 100% رو یاد دادم به بقیه آدم ها و پشیمونم نیستم اصلا، چون به خودم برگشته خیلی خیلی مواقع. توی زیورالات انگشتر رو از همه بیشتر دوست داری؟ Yes. من گوشواره، انگشتر و کلنم یه مدل، یعنی مثلا فریک میزنم کلن یه روی گوشواره گرد، کلن مثلا یه سال از زندگی میره به گوشواره گرد تا بعد ببینم بعدش چی پیش میاد. اینو مثلا من 2 ساله دارم اینو میندازم دستم و از انگشتم، وای 2 ساله من 2 ساله این دستمه و در نیاوردم از انگشتم. من فکر میکنم شما فصل تابستون رو خیلی دوست دارین. کی فصل تابستون رو دوست نداره؟ تابستون میوه های خوشمزه داره، هوا گرمه، آدما قشنگ میرن تو دریا خنک میشن، همه چی خوب. من تو تابستون به دنیا اومدم، معلومه که من تابستون رو دوست دارم.
همومات خیلی طول میکشه. نه 10 دقیقه خیلی طولانیه برای هموم. عاشق تتوه اما. بله بله، یه دونه اینجا دارم که برگ درخت زیتونه و نماد صلحه، که من کلن اگه یک کلمه باید باشه که توصیف بکنه زندگیمو، اون کلمه صلحه یا آرامشه، واسه همین اینو زدم. و این یکم داستانش طولانیه ولی یه گوزنه. موی کوتاه رو بیشتر از بلند دوست داری؟ بله بله، موی کوتاه، هر چی کوتاه‌تر بهتر. نه دیگه خیلی کوتاه لول این قد از مو رو خیلی دوست دارم. موات فره؟ بله، موهای من یه فره خیلی مسخره است که به خاطر همینه که من موامو صاف میکنم. یه ورش اینجوریه بعد یه ور دیگهش اینجوریه. دیدین مثلا یه سری های موهای فره خیلی خوشگلی دارن که اینجوری بینگل 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 کناره هم، اونا خیلی جذابه، ولی من موهام فر نیست، موهای من بلا تکلیفه، بلا تکلیف و وزه. خب بعد مجبورم صافش کنم دیگه. تو توت فرنگی دوست داری یا شکلات؟ آی آره، شب سال نو من رفته بودم خونه یکی از دوستام و یه دونه بشقاب گنده نوتلا گذاشته بود دورش توت فرنگی. من این توت فرنگی ها رو هی با نوتلا میخورم. اما بینیشو عمل کرده؟ این سوالو جوابشو مهیار هم حتی نمیدونه، چون من همه رو سر کار میذارم با این سوال. وقتی که ازم میپرسن یه بار میگم آره، یه بار میگم نه، دوباره دفعه بعدی میگم آره، بعد میگم نه، بعد میگم. ولی نه، دماغم عمل نکردم و خیلی هم چیز جالبی نیست. از بغل خوبه ولی از جلو خپله. قرمه سبزی بلدی درست کنی؟ نه، من بیشترین چیزی که بلدم درست کنم یه املت ساده است. احساس میکنم خیلی پول داری. نه من آدم پول داری نیستم، اما کار میکنم و برای کاری که میکنم زحمت میکشم. همین، نمیدونم چه گفت راجبش. من فکر میکنم اما آدم خوالویه. نه آدم خوابالویی نیستم. نه نه، من اتفاقا خوابو به اندازه کافی دوست دارم. بیشتر از مثلا این که بخوام صبح دیر بلند شم اذیتم میکنه، کسلم میکنه. خیلی آدم مودی هستی. خیلی خیلی خیلی، من تو یه ثانیه، تو یه دقیقه میتونم یه تصمیمو 60 بار عوضش کنم که میگم الان مثلا میگم من اصلا میخوام الان امروز برم پیاده روی. بعد یه دقیقه بهش فکر میکنم نرم پیاده روی، برم نرم برم. انقدر این کار رو میکنم که خودم رو دیوونه میکنم و بعد هیچ کاری نمیکنم، مثلا اون کار رو کلن دیگه انجام نمیدم. و اینجور آدم هایی که مثل من مودیان، خدا نکنه یه تصمیم خیلی بزرگی بخوان بگیرن، چی درس بخون، کجا مهاجرت کن. من دیگه نمونشم دیگه که پدرم در اومد تا تصمیم بگیرم. چوس خانواده توی قضیه موسیقی ساپورتت میکنن. من مامانم همیشه توی خوندنم و موزیک و اینا ساپورتم کرده و بزرگترین دلیلش هم اینه که همیشه بهش نشون دادم که پای حرفم وای میستم، اگه یه کاریو میخوام بکنم اون کارو مستقیم مسیرمو میرم جلو. موکای فندقی دوست داری؟ الان گریه میکنم. موکای فندقی خیلی دوست دارم. موکای فندقی با خامه برای من یعنی 2 سالی 3 سالی که من توی تهران زندگی کردم و بوش، مزهش، خیابونه ولیعصر، لمیز، تجریش، اینا، اون کلمه موکای فندقی اینا رو میاره تو ذهن من و منو درگیر میکنه. شاید خود موکای فندقی اونقدر چیز خاصی نباشه ولی برای من یه فلشبک میزنه روی هزاران هزار خاطره. مهیار خیلی صبورتر از اماست. مهیار صبوره، به شدت صبوره. من صبور نیستم، من عجولم. من یه کاری رو بخوام انجام بدم انقدر کلید میکنم الان باید این کار رو انجام بدیم، الان نمیخوایم. بیشتر غذای دریایی دوست داری؟ سوشی. 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 A moment of silence. سوشی، ماهی، میگو، اینا با روح و روان من بازی میکنه. یعنی بعد از غذای ایرانی غذای دریایی باید باشه تو زندگی من. تک فرزند هستین؟ بله تک فرزند هستم. ENFP هستی؟ ENFJ هستم. یه ذره خودتو میگیری؟ نه من خودمو نمیگیرم. بیشتر اهل فیلم هستی تا کتاب؟ یس اهل فیلمم. کتاب نمیخونم واقعا زیاد و بده ها، ولی نمیتونم کتاب بخونم، باید عادت بدم خودمو. شلخته ای؟ نه نه نه، شلخته نیستم. تو شلخته ای؟ من شلخته بودم همیشه، دورم شلوغ پلوغ بود ولی الان نمیتونم. مغزم اصلا قفل میشه وقتی دورم کثیف باشه، نمیتونم هیچ کاری بکنم. گوشیت از دستت فراریه؟
Why are you running? گوشیم از آره اولا که گوشیمو هر روزی 10 بار میندازمش زمین، بیچاره رو ببخشید واقعا معذرت میخوام. یعنی گلسش انقدر یه بار شکسته بود که دستم خون اومد، این گلس خورد شده بود و رفت تو دستم. بعدم اینکه قاطی هنگ میکنه دیگه، انقدر من پیج اینجا باز دارم و هی تون عوض میکنم، آره گوشیم از دستم فراریه. من فکر میکنم توی تاریکی سخت و عمیقی رو داشتی و ریلیشنشیپ تو رو از اون تاریکی در آورده. یه دوره سختی از زندگیمو من داشتم که این دوره سخت اصلا خوب نمیشد، عوض نمیشد و همچنان تاریک و تاریک تر میشد. از وقتی که من مهیار رو شناختم این دوره تاریکی یهو روشن شد، یعنی اصلا کلن همه چی عوض شد و قشنگ شد. اما خیلی مهربونه، خیلی فناشو دوست داره. من کسایی که من و همراه هم بودن، اصلا که اسمشو فن نمیذارم به هیچ وجه، ولی کسایی که همراه من بودن توی مسیرم از حتی 2014-15 که 13-14 سالم بود تا الان، یا کسایی هم که همین جدیدن، حتی واقعا ازشون هر جوری بخوام تشکر کنم نمیتونم و نمیدونم چی جوری تشکر کنم، چون اصلا این بودنه انرژی میده به آدم که تو میتونی کلی پروداکتیو باشی، کلی موزیک بسازی، کلی ویدیو بسازی، و فقط این به خاطر بودنه کسایی که همراه منن، فقط به خاطر بودن شما. خوشحال و شاد و خندان اینقدر دنیا رو میدونی. خوشحال و شاد و خندانم. من احساس میکنم اما حیوانا رو خیلی دوست داره. بله خیلی. سگا و گربه ها جفتشون موجودات به همه حیوانا به شدت ناز و کیوت و خوبن، ولی این سگا و گربه ها اینجوری میرن دو دل آدم، همه مدلشون، مخصوصا سگا. من 2 تا سگم داشتم توی کل زندگیم که اسمش چارلی بود، ولی انقدر که خوشحال بود همه هپی بهش میگفتن. یه گلدن رتریور بود که تا مثلا 1 سال خورده پیش من بود، بعد من اومدم تهران و مامانم نتونست نگهش داره و مجبور شدیم بدیم به دوستمون که الانم جاش خیلی خوبه، خیلی داره حال میکنه. همه همیشه بهت میگن عاقل‌تر و پخته‌تر از سنتی. آره سنمو که به هم به هر کی میگم تا از اول، نمیدونم من تا کی قراره یه همچین چیزی ادامه پیدا کنه، ولی به هر کی میگم من متولد 2001م، 1380، یه جوری نگام میکنه، بعد من منتظرم اون لحظه بر من تو ذهنم فریز میشه، اون آدم منتظرم ببینم بعدش چی کار میکنه. یا بعدش صاف میره از در بیرون و اینجوریه که تو در 80 یا صرفا اینجوریه که خب تو عاقل تر از وسنت هستی و این. راک رو به پاپ ترجیح میدی؟ نه من راک باز نیستم، اصلا خیلی راکر نیستم. یعنی من اینجا اوانسنس و ایمیلی عزیز رو جا گذاشتم، ولی به جز اون و بث هارت کس دیگه ای عملا و آناتما نمیاد تو ذهنم که اونام تازه آلترناتیو راکن که مثلا به اون سمت بره و خیلی دوست داشته باشم. در نتیجه خیلی راکر نیستم. خیلی ورجه ورجه میکنی به نظرم. آدم یه جا بشینی نیستم. آدم ورور جادو هم. تو رو مخ همه را میرم. همش هستم همه جا. اینجوری که مثلا دوستام و نزدیکام و اینا اینجوری که بابا بس دیگه. بشین یه جای 2 دقیقه آروم باش. Stop it. Get some help. از اینجا از تمام دوستان و نزدیکانم معذرت خواهی میکنم. ما مخشید. لطفاً در آینده در مورد نحوه تمرین کردن و وارماپ توضیح بده. این نکته جالبی بود، ربطی نداشت، ولی اگه دوست دارین من بیام بهتون گرم کردن صدا رو یاد بدم، حتما برام توی کامنت بنویسین که بیام یه ویدیو درست کنم و برای خواننده ها، برای کسایی که میخوان، گوینده ها، همه یه وارماپ کوچولو بهتون یاد بدم که بتونین صداتون رو گرم کنین. تو حرف زدن همش توتی میدین. اولش ببین بخوام شروع کنم بعد استرس میگیرم. اولش جالبه من تو خوندن اصلا هیچ وقت استرس نمیگیرم، حتی نوشتن اوکیه، ولی وقتی میخوام شروع کنم صحبت کنم اولش هنگ میکنم یه 4-5 بار به مناسبت از دست دست داد از دست دست و با عرض تعفف به مناسبت بعد که میافتم رو دور دیگه تموم دیگه اوکی. اسم اصلی اما چیه که هیچکی راجبش فرضیه نداره؟ اتفاقا فرضیه دارین و یه چند تا جا گفته بودین که من حس میکنم اسم اصلیت اما نیست. اسم اصلیم اما نیست، ولی از وقتی که بچه بودم، از وقتی که خیلی خیلی کوچیک بودم، اما صدا کردن همه منو. گیاهخواری. گیاهخوار نیستم،
اما دوست دارم که گیاهخوار بشم. چند سال پیش تلاش کردم ولی نشد. فکر کنم درست از راه درستی نرفتم و خیلی سر خود این کارو کردم، واسه همین بدنم واکنش خوبش نشون نداد. من دوست دارم که باز دوباره امتحان کنم و برای همه ما و برای زمین کلا این اتفاق خوبه، پس منم در تلاش این قضیه هستم حتما. از اسم واقعیت متنفری؟ واسه همین هیچ وقت ازش استفاده نمی‌کنی؟ نه، اصلا از اسم واقعی متنفر نیستم، صرفا چیزی که منم، من اماه. موقع خواب لگت میزنی هر کی کنارش باشه رو نابود میکنه. نه لگت نمیزنم، من خیلی آروم و خیلی ملو میخوابم، ولی تو خواب راه میرم حرف میزنم، خودم رو بکشتن میدم، بقیه رو نابود نمیکنم، خودم رو نابود میکنم. یه بار داشتم خودم رو میکشتم و خونه دوستم بودم، دوستم میگه که من اومدم نجاتت دادم و مثل اینکه تو خواب داشتم راه میرفتم و نزدیک بوده که از پله ها پرچم پایین، ولی نجاتم دادن. ترایپوفوبیا دارم. برای کسایی که نمیدونن، ترایپوفوبیا یکی از وحشتناک ترین فوبیایی که تو دنیا وجود داره. یه نوع ترسه از دایره های کنار هم، سوراخ های کوچولو کنار هم، یا هر سری دایره هایی که کنار هم قرار بگیره و هرچی تعدادش بیشتر باشه آدم بیشتر میترسه. یه گیاهی هم هست که شما اصلا سرچ بکنید تو اینترنت، ترایپوفوبیا اسم این، یعنی عکس اون گیاه رو میاره و من مورمور میشه تنم. تو حیات خونت گل آفتاب گردون داری؟ نه، اصلا حیات نداره خونم که توش آفتاب گردون باشه، ولی خیلی خیلی دوست دارم یه جای زندگی کنم که تو حیات خونم آفتاب گردون داشته باشم. به نظر من تو طرفدار سوگند هستی. سوگند کارش خیلی درسته و بین وکالیستای خانوم طبیعتا توی لیست من یکه. من حس میکنم هنوز فیلم فرندز رو ندیدی. معلومه که من فرندز دیدم. رپ گوش میدی؟ رپ گوش میدم ولی خیلی کم، بیشتر مثلا موزیکای R&B پاپ گوش میدم، ولی رپ هم گوش میدم. من همش فکر کنم یه جورایی همیشه قیافت ناراحت نشون میده. نه، من فیچرهای صورت هم یه جوریه که خیلی باید یک چیزی و یک حسی و بیش از حد در صورت هم نشون بدم تا حالت عادی نشون داده بشه. مثلا اگه که میخوام خوشحالیمو نشون بدم، قشنگ باید اینو باز کنم و با یه لبخنده ساده همه اینجوری هم که What? تو روح خیلی آگاه و پیری داری. روح هم بچه دو سال از روح من. نسبتا راحت به بقیه اعتماد میکنی. خیلی. من کلن اصلا نمیدونم به کی اعتماد کنم به کی نکنم، واسه همین به همه اعتماد میکنم تا وقتی که یه اتفاق بیفته بعد پشیمونشم از این که اعتماد کردم و همیشم اتفاقای بدی برام میفته. اینم از این. امیدوارم که این ویدیو رو دوست داشتین و اگر که دوست داشتین این ویدیو رو لطفاً لایک کنین، سابسکرایب کنین چنل یوتیوب منو، برای من مثل همیشه بنویسین توی کامنت ها که دوست دارین چه ویدیوهایی از من ببینین. من فکر میکنم که شما ریاکشن ویدیو خیلی دوست دارین، اگه دوست دارین برام بنویسین که بازم ریاکشن ویدیو براتون درست بکنم به صداهاتون. مرسی که همیشه کنار من هستین. تا ویدیوی بعدی میبینمتون. بای بای.